اون چیزی که اون به هر حال دشمنان و مخالفان انقلاب میده. آقای دکتر فاطمی، اگه مطلبی در مورد اون چه که آقای مهتوی آزاد و آقای افشاری گفتن دارید بفرمایید. و پرسشی که من دارم این هست که خب مجلس کلیات این کوپانی شدن اصطلاحاً سیستم اقتصادی کشور رو هم تصویب کرد، وقتی بحث از این میشه که آقای افشاری گفتن بخشی از این مجلس با برنامه‌های آقای احمدی نژاد همراه هست، بخشی نیستن به شکلی، ولی آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای در این حوزه اقتصادی هم نظر و همراه هستن، کشور رو دارن میبرن به سیستم در واقع کوپانی. خواست رهبر جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد هم این رو داره در واقع دنبال میکنه، مجلس هم باش همراهی میکنه، اقتصاد زمان جنگ رو دارن دوباره بازسازی میکنن. ببینید، مسئله این نیست که آیا آقای خامنه ای یا آقای احمدی نژاد اقتصاد علمی را قبول داره یا نداره. این به نظر من اصل قضیه نیست. قبول نداشته باشه، خب وقت نتایجش همین میشه که امروز شده. مثل اینکه آقای خامنه ای سوار هواپیما بشه بگه من قوه جاذبه زمین و گراویتی را قبول ندارم. خب این تیاره خیلی زود سقوط میکنه اگر ایشون همچین تصوری داشته باشه. اینا نمیتونن منکر علم بشن در حالی که به قول خودشون از ایران یک مملکتی شده که داره امروز در سطح علمی دنیا اظهار وجود میکنه. این به نظر من اصل قضیه نیست. اصل قضیه بیلیاقتیه. ببینید این مجلسی که باید نظارت بکنه، ببینید سطحش چقدر پایینه. شما چند تا وکیل توی این مجلس دارید که بتونن بودجه رو درست بفهمن؟ اینها به بودجه نگاه میکنن میگن سهم من کو، مثل اینکه یک شطر قربونیه چقدر به من رسیده. در حالی که اگر مثلا هم بزنیم آقای توکلی که در مجلس هست، شما اگر 10 تا 15 تا وکیل توی مجلس داشتید که اینا از در کارشناسی میتونستن نظارت بکنن، قضیه خیلی فرق میکرد. مسئله این نیست که از نظر سیاسی آقای خامنه ای مخالف سرمایه‌داری یا موافق، نه. این اقتصاد در کره شمالی هم همین اقتصاده، در چین کمونیست هم همین اقتصاد بود. مسئله اون نیست. مسئله اینا هر سیستم اقتصادی که میخوان داشته باشن، ولی شما نمیتونید منکر علت و معلول بشید در کارهای اقتصادی، در کارهای علمی. مسئله اینه. حالا من شخصا به خوشبینی دوستان نیستم که بگم مسئله اختلاف فلسفی، و میگم نه، مسئله چپاول منابع مملکته. مسئله اینه که دلشون به حال مردم نسوخته. در یک سیستمی که مردم صاحب مملکت باشن، اون کنترل لازم وجود داره. اینها باید نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشن. ولی وقتی نماینده مردم نیست، وقتی نماینده را آقای خامنه‌ای و عوامل اون معین میکنن، افرادی در اونجا اومدن که اینها هیچ صلاحیت نمایندگی ندارن. از این نظر من میگم اشکال کار در اونجاست. حالا در مقابل اینها ببینید چه اتفاق دیگری افتاد. و این مسئله تنها به دولت احمدی نژاد نیست، به نظر من از زمان انقلاب تا حالا وضع اینطور بوده. اما یک تفاوت اساسی وجود داشت. این حکومت از حکومت پیشین یک مقداری دستگاه‌های اداری به ارث برده بود که اون هم مال حکومت پیشین نبود. از صدر مشروطیت تا زمان انقلاب در ایران یک حساب کتاب پیش اومده بود. مثلا دفتر برنامه وجود داشت، سازمان برنامه وجود داشت، بانک مرکزی درست شده بود. آقای احمدی نژاد اینا رو از بین برد. این بودجه که آقای احمدی نژاد درست کرده، این دستکاری یک عده کارشناس در یک مؤسسه مثل دفتر برنامه بودجه نیست. این دفتر آقای احمدی نژاد آورد در داخل خود ریاست جمهوری و شد تابع ایشون. بانک مرکزی رو هم باش همین کار کرد. یعنی ما اگر بخوایم بدونیم چه مسائلی امروز در ایران به وجود اومده، چرا وضع اقتصاد به این صورت در اومده، باید اینها رو نگاه بکنیم. بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی آقای احمدی نژاد 3 بار عوض کرد. در هیچ کجای دنیا امروز شما نمیبینید که بانک مرکزی تابع دولت باشه. بانک مرکزی همیشه باید از حکومت مستقل باشه. دلش خیلی روشنه، برای اینکه وظیفه بانک مرکزی حفاظت از ارزش پول ملیه. ولی وقتی که رئیس بانک مرکزی گماشته آقای احمدی نژاد هست، هر چی ایشون میگه انجام میده، هر جایی که کم میارن اسکناس چاپ میکنن، ایجاد اعتبار میکنن، سرمایه گذاری های زود بازده، تمام این کارهایی که اینها کردن، اون 450 میلیارد دلاری که من بهش اشاره کردم، نه تنها امروز در
صندوق توسعه ملی وجود نداره، دولتی که بعد بیاد با یک قرض بسیار بسیار کمرشکن روبرو خواهد بود. دولت مدیونه به بانک مرکزی، به بانک‌های خصوصی. عاملی که میتونست جلو این کارها رو بگیره به نظر من آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای اطلاعی از این مسائل نداره، مجلسه. اصل کار به نظر من، اگر شما بخواید بگید کار از کجا خراب شد، از انتخابات قلابی، از اینکه افرادی که در مجلس رفتن خودشون در مقابل مردم مسئول نمیبینن و اون تخصص و کارشناسی لازم رو هم برای کاری که باید انجام بدن ندارن. یعنی در واقع میفرمایید این که تصمیم آقای دکتر، اونی که نکته که میفرمایید در مورد مجلس و اهمیت نقش مجلس، وقتی بحث کوپنی شدن سیستم هست، به نظر میاد آقای خامنه‌ای در اون دوران جنگ هم حتی منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای موسوی بود و الان فکر میکنید به ناچارشون مجبور شده برگرده به هم سیاست‌های اقتصاد دولتی و نظارت‌های دولتی و کوپنی کردن کالای اساسی نیازهای مردم؟ یه تناقضی در واقع به نظر میاد در این به طور آشکار دیده میشه. ولی ببینید آقای خامنه‌ای در جهت خلاف تاریخ پیش میره. این اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اونهایی که یادشون هست یا مطالعه کردن، اصلی بود که توسط امثال آقای خامنه‌ای و اونهایی که از چپ آمده بودن درست از قانون اساسی روسیه شوروی برداشته بودن که تمام صنایع سنگین، صنایع مادر باید ملی بشه، همه چیز را به اصطلاح اسمش ملی بود، همه چیز را دولتی کردن، صاحبان صنایع را از مملکت راندن، تمام صنایع مملکت را گرفتن. حالا همون اصل 44 را اومدن به عنوان خصوصی‌سازی ازش استفاده میکنن. چون در هیچ جای دنیا چنین شگردی نمیتونید ببینید که اینقدر ممکنه کسی از واقعیت به دور باشه. آقای خامنه‌ای عوض نشده، ایشون هنوز آقای خامنه‌ای کوپونی، آقای خامنه‌ای کنترل قیمت هاست، تمام اون چیزهایی که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی بود. منتها دنیا عوض شده و به این دلیلی که شما این تناقض رو در کارها و رفتارشون میبینید. و الا همین مسئله که امروز در اقتصاد ایران به وجود اومده، آقای خامنه‌ای خوب میدونه که به قول خودش اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین کارهاش اینه که دولت بتونه بودجهش رو درست تنظیم بکنه، درآمد و مخارج مملکت تنظیم بشه، صرفه‌جویی بشه، ولی نمیتونن. اون تشکیلات اداری که میتونست از عهده این کارها بر بیاد، اینها از بین بردن و امروز حتی وسائل و اون چیزهایی که لازم هست برای انجام این امور، حتی اگر تصمیم هم بگیرن، در اختیار ندارن. بنابراین ما نمیتونیم یک گوشه قضیه رو نگاه بکنیم و فقط به بودجه نگاه بکنیم. بله. وقتی که میگن آقا این بودجه حرفای بنده، حرفایی که اونها قبول ندارن، این جواب قضیه نیست. جواب قضیه اینه که نتیجه این چنین بودجه و این بی‌اعتنایی به واقعیات اقتصادی و اصول اقتصادی رو مردم ایران میدن. این بیکاری که امروز در ایران هست، این تورمی که به طور مسلم از 30% گذشته و روز به روز بیشتر میشه، 25% بیکاری یا بیشتر بین جوانهای مملکت، این هاست نتایج معتقد نبودن یا قبول نکردن اصول اقتصاد. البته آقای خامنه‌ای خیالش راحته، در خونش نشسته و هیچ کدوم از این مسائل رو هم نداره، ولی این وسائل دامنگیر مملکت شده. این عدم شناخت مسئولیت اونهای رو نشون میده که امروز امور مملکت رو در دست دارن. بسیار خب آقای مهتوی آزاد، اگر مطلبی دارید بفرمایید. دو اتفاق جالبی هم که دو همین 24 ساعت گذشته